عزیز مخلصان و هوادارانی جدای میهن شما را دعوت میکنیم به تماشای پهلوان تاجیکستانی که با جلوگی سفید به میدان برآمده است. عابد جیبوف از تاجیکستان و میزبان مسابقه باشد. آکوس مهرک از ترکیه رقابت را شروع نمودند. در اولین رسیشا در حال میزبان مسابقه را داور شیدای اول را میدید. این برای ما خوب است، اما این نوبت باز به خاطر همان غیر اومن خوب گوشتی نگرفتند، به هر دو شیدا میدید. داور 71-29 است تخمین های پیروزی در این رقابت برای پهلوان ما، البته برتری بیشتر است. عابد جیبوف پهلوان تاجیکستانی البته در مسابقات گرند اسلم ها تجربه خوب هم دارد و ما از حرکت او بود در اینجا. 31 رقابت 19 پیروزی دارد عابد جیبوف، ولی از 185-99 رقابتش را با پیروزی انجام داده است. آکوس اینجا تفاوت از جهت تجربه زیادتر است. پهلوان ترکیه نتیجه بیشتر را هم در مسابقات مختلف دارد، اما عابد جیبوف همین حالا جریان قوازمایی را البته که به جانب خود گرفته است، بیشتر فشار میارد. این لحظه توجه عابد جیبوف در اجرای کار در زمین بود. پهلوان ترکیه قهرمان جهان است میان نورسان سال 2017. وای یا یک حالتی بود برای عابد جیبوف، زار موافق ولی پرتفت به هدف نزدیک نشد. عابد جیبوف البته خیلی خوب دریافت داریم که سالی گذشته در اولمباتور، در گرند اسلام اولمباتور چگونه هنرنمایی کرده بود، اما در مرحله نهایی شکست خود و نشانی نخره گرند اسلام را مال خود کرد و یک نشانی طلای گرند پری دوشنبه را هم دارد. حرکت های پهلوان ما خیلی خوب است تو همین دقیقه ها و فشار برای نگاه داشتن حریف در حالت اسای کومه. دو دقیقه علاقه سپری می شود و نزدیک بود برای پهلوان ما. اینجا افسوس، داور در حال وزاری به گذاری می کند، اما وزاری به عابد جیبوف. بله خب، با کنون برای قرار خود را مطمئن شدن بارگر همین حالت را توجه میکند داور که وزاری بود یا نه، با همین خاطر میخواد به نوارهای تکراری نظر کند. اکثر وقت البته میزبانان پشتیبانی کرده میشوند، وزاری نیست، معلوم بود. خب یک قدم البته پیشتر گذاشت عابد جیبوف، اما وزای را باز پس گرفتن با کنیس. و اگر همین رقابت را تحلیل کنه معلوم است که برتری پهلوان ما خیلی و خیلی زیاد است در هجوم ها، در حرکت ها، هرچند تجربه بیشتر هم دارد میزبان مسابقه. آکوس و با اصول اما خودانداز یا پشتناکی اینجا میخواست پرتاف کند عابد جیبوف، این نوبت هم موفق شدن نتوانست. البته چون تو رفت بازی های المپی نزدیک میشود، هر یک غلبه ای که پهلوانان ما در گرند اسلم ها اومن در مسابقات امساله دارند بر سود آنهاست، چون امتیازهای بیشتر را هم کسب میکنند. و اینجا شیدای دویم با آکوس، با خاطر کم فاولی. این برای عابد جیبوف خیلی خوب است،
میتواند فشار رو بیشتر کند و پارتوف ایپون است. بسیار هم حرکتی خوب داشت در همین لحظه اخیر اوبی جیبوف و توانست که اکنون غلبه اول خود را به دست بیارد و رای خود را به مرحله دویوم هندوار کند. فشارها البته بالاخره ثمر دادن برای اوبی جیبوف. و این تر پهلوان ما دست بالا می شود و می تواند که اکنون با همین هنرنمای خوبش در مرحله دویوم هم خود رو به طور ارزنده نشان دهد. ببینید که از اول رقابت فقط نماینده ازبکستان سردار نوریلیف کوشش میکرد ولی بالاخره ارلاندو پالانکو با یک پرتافتی آخرین در وقتهای طلایی توانست که مرحله بعدی رو مال خود گرداند. و همینک اکنون توجه کنید به رقابت نماینده تاجیکستان اوبی جابوف و نماینده آذربایجان رشاد یلکیف. این رقابت دیومی اوبی جابوف در مسابقه مذکور است و در رقابت اول نماینده ترکیه مهرک اکوس از حمله های پای در پای اوبی جابوف نهایت تسلیم شد و بالاخره اوبی جابوف با گرفتنی وزاری و همچنین اجرای یک اصولی خیلی زیبا که بالاخره با او ایپون آورد به مرحله دویوم راه یافت. و یلکیف هم با سلامت اولو از اول هر دو کوشش میکنند و یلکیف هم با اجرای یک اصول و سری زانو نشستن اوبی جابوف هر دو چستو چولاک هستند و هر دو هم از جانب دوار علاقه یک مراتبه یک مراتبگی سویب شیدو هم شدند. در رقابت دو ورزشگری که خیلی چست و چالاک هستند اجرای اصولهای جودا رو زود زود انتظار شدن ممکن هم هست. بعد اون رقابت هر دو در کنار گلیم میدان برای اجرای لد دادن دست و کوشش اوبی جابوف ولی در حالت نگوار قرار گرفت جوداکاری توجیک. وقتی که پای حریف آزاد است وقتی که حریف میتواند که با یک پای با اجرای اصول خلل وارد سازد ولی اوبی جابوف هم تسلیم نمیشود و همون اصول دوست داشته خود را در حال انجام دهی است و این میتواند که امتیازی ایپان بیارد ولی چوست و چولوکی یلکیف حالا هم تسلیم نمی شود اوبی جابوف حالا هم از اجرای اصول ولی بالاخره نماینده آذربایجان یلکیف در این برخورد توانست که از چنگ اوبی جابوف رها یابد و او اشاره میکند که کم لات هم خورده است. در اول یلکیف از آغاز رقابت دلخواه اصولی که میخواست مقابل اوبی جابوف میخواست که اجرا کند ولی بعد چند لحظه علاکه احتیاط کرونا رقابت میکند و چونین به نظر میرسد که یلکیف علاکه با بهانه کفتن یا به سبب اصیب باشد اصیب دست یا به سبب خستگی
تا انجام وقتی اساسی یک دقیقه زیادتر باقی مانده است و جودوکاران هم فقط با یک جودوگی نهیل شدند که این با بهبودی کار نخواهد بود و اگر همین گونه ادامه یابد این رقابت میتواند با وقتای تیلوی رود. ولی اگر اوبی جبوف چند کوشش دیگر مقابل الکیف انجام دید، چون که خستگی در سیموی نماینده آذربایجان احساس کرده می شود، می تواند که استفاده ببرد. برای گوشتی نگرفتن، برای گریز کردن نماینده آذربایجان رشاد یلکیف شیدای دویون رو میگرد و کوشش دوباره اوبی جبوف که سر زانو نشسته اجرای اصول کردنی بود. رقابت خیلی احتیاط کرونه از جانب هر دو نفر و همین اصولی که قریب مراتبه ششم است اوبی جبوف اجرا میکند. رشاد یلکیف قریب که در چند ثانیه اخیر اصول اجرا نکرد و این اولین کوشش او بعد چند مدت چند ثانیه است که با درد نمیخورد. وقتی اساسی قریب که به پایان میرسد و در همین ثانیه اخیر ولی به نتیجه اوبی جبوف کوشش اخیرین خود رو کرد ولی به نتیجه. حریف هم خیلی پرقوت دقیقه های تیلویی در دقیقه های تیلویی امتیاز تیلویی باید به دست بیارد و اولین کوشش اوبی جیوف باز همون اصولی که در وقتی اساسی خیلی زیاد از آن کار گرفت. بالاخره همین اصول یا واقعا نتیجه خوب می بیارد. چند پیش در سال 2023 ماهی در مغولستان گراند سلام اولان باتر برگزار شد و این یکی از مسابقه های بود که برای اوبی جبوف در این مسابقه خیلی درخشش رو کرد و بالاخره با گرفتن مدال را دست یافت. و در وقتی تیلوی هم کوششی اوبی جبوف بر مقابل نماینده آذربایجان رشاد یلکیف ادامه دارد و داور هم باید قضاوت کند، چون که رشاد یلکیف در اخیرهای وقتی اساسی و همینک در اولهای وقتی تیلویی کوشش خیلی کم میکند، فعالیتش یعنی که فعالی او خیلی کم است و کوششی دیگر برای اوبی جبوف باز از همون اصول. سین سالی هر دوی جودوکاران اونقدر تفاوت زیاد ندارد، فقط اوبی جبوف 25 ساله از رشاد یک سال زیادتر است، یعنی که اوبی جبوف 25 سال دارد و رشاد 24 سال. رشاد نسبتی اوبی جبوف در مسابقه ها تجربه زیادتر دارد، فقط نتیجه هایش اونقدر خوب نیست. از چمپیونات اروپا میانی جوانان 23 ساله
ماه نوامبر سال 2018 با گرفتن مدال برنزی دست یافته است. اما اوبیچبوف در گراند سلام مدالی نقره دارد. و اوبیچبوف روی خود روی دوام دیاب کم فاولی رشاد یلکیف نماینده آذربایجان بالاخره نتیجه بد داد به او. انا همین حالت بود که اوبی جبز میتوانیست رقابت رو با مرحله گولدن سکور نبرد. ارلاندو پالانکو در مرحله سیوم رقیبی اوبی جبوف روی خود رو در مسابقه انتالیا گراند سلام 2024 ادامه میدهد. و دوستان عزیز رقابتی نوبتی اوبی جبوف در عرصه انتالیا گراند سلام 2024 با نماینده کوبا ارلاندو پالانکو که رقابت های او را در مرحله دویوم همین مسابقه ما مقابلی نوریلایف ازبکستانی دیده بودیم. دوستان عزیز در آخرین دقیقه خیلی چالاک است، خیلی هوشیار است و اوبی جبوف را میباید مقابل این حریف در قبالی حمله کردن همچنین اندک احتیاط کرونه هم رقابت نماید، چون که مقابلی نوریلایف پالانکو در آخرین ثانیه ها توانیست که یک اصولی خیلی غیر انتظار را استفاده برد و همین طور نوریلایف را از صدی روی خود بیرون کرده بود. اوبی جبوف هم در دو رقابت های اول مقابلی نماینده های ترکیه و مقابلی نماینده آذربایجان بگیم که اونقدر قریب که یگان اشتباه یا کمبودی های جدی نداشت و همینک مقابلی پالانکو که در رقابت گذشته هم حمله میکند و هم خیلی احتیاط کرونه رقابت میکند باید همون با اسلوب خاص خود با همون استفاده از حلوک و زود گذاشتن به حمله دیگر استفاده ببرد. علاکه دو دقیقه رقابت پشت سر شد و نه اوبی جبوف و نه حریفی او ارلاندو پالانکو نه با گرفتن یگان امتیاز و نه گرفتن آگاهی دست نیافتند. این معنای آن را دارد که رقابت آنها تازه سپری می شود با حمله های طرفین احتیاط کرونه و خیلی استو کرونه. اوبی جبوف حریف را در یک کنج گلم با قول راست مونده است و برای و معلوم بود که اوبی جبوف در این رقابت نسبت ارلاندو اندکه چلوکتر است، اندکه کوششی ضربه میکند و پرتافتی نوبتی از جانب او که خیلی عیارانه بود با او امتیازی وزاری میورد و قریب در حالت اسیاکومی کارو در دو دقیقه موندن وقتی اساسی حل و فصل نماید، ولی اوبی جبوف مثل که این چیز رو نخواست. برتری پورا بر ارلاندو پالانکو از جانب اوبی جبوف. دوستان عزیز حمله های پای در پای که در نهایت وزاری آورد و تا آخری وقتی اساسی از یک دقیقه زیادتر وقت مونده است و اوبی جبوف میتواند که با همین صورت با همین روحیه حریف خود رو در وقت اساسی شکست بدهد و نیروی خود رو برای وقتی تیلویی ذخیره نماید. دوستان عزیز برای مرحله های بعدی ذخیره نماید البته. و اکنون پالانکو
برای سوست رقابت کردن مقابل اوبید جبوف خیلی چولک با گرفتن شیدوی دویون دست میابد دوستان عزیز و اوبید جبوف میتواند که از این چیز استفاده ببرد و ببیند که پلانکو همونو حفاظت کردن خود رو ادامه میدید و اگر دوار این چیز رو جدی به نظر بگیرد باید که شیدوی سیون با اون نشان بدید چون که از 4-5 ثانیه در حالت دفاع قرار گرفتن و در حالت صد موندن دست حریف باید شیدو داده شود از استینی پلانکو میدارد و این میتواند که پرتافت خیلی عالی باشد و زره دویوم امتیاز ده و این میشود ایپان دوستان عزیز و بی جبوف در وقتی اساسی همگی باقی موندن در 45 ثانیه اخیر علاقه کاری ارلاندو پلانکوی کوبگی رو حل و فصل میکند واقعا پرتافت خیلی اولی خیلی زیبا که دو مراتبه از جانب اوبی جبوف در این رقابت دیدم در سطح خیلی اولی اجرا شد و رقابتی و مهارتی و استعدادی و برای رقابت های مرحله های بعدی این مسابقه خوشبین کننده است دوستان عزیز ببینید که خیلی ایورانه و خیلی ماهرانه همون اصول اول رو اجرا کرد و در اجرای اصول دوم هم یگان شک و تردید با مهارت اولی جبوف اینک تماشابینان گرامی جفتی نوبتیان ورزشگر دیگری ما اوبی جبوف با رقیبش خیار ولیده یعنی ورزشگر فرانسه روی گلیم اومدند و رقابت علاقه شروع گردید میانه جبوف با ورزشگر فرانسه علاقه شیدوی اول رو هم دوار با ورزشگری فرانسه نشان داد کوشش از هر دو جانب زیاد است و خیار ولیده میخواهد که شیدوی نشان داده دوار رو جبران کند و جبوف هم کوشش دارد که موقعیت پیدا کند و اصول انجام بدهد غالب این جفت را قهرمان بازی های المپی توکیو یکی از جوداکاران سرشناس جهان هیفومی آبه انتظار است و در صورت غالب آمدن جبوف ما یک رقابت بسیار هم شدید و بسیار هم جالب را در برابر هیفومی آبه با او تماشا خواهیم کرد و امید میبندیم که جبوف این دور رو هم پشت سر میکند و در مرحله نیمانی های با هیفومی آبه خواهز میکند اینجا یک حالتی بسیار هم خطرناک و اینجا چی عمل کرده بود که از جانب جبوف صورت گرفت دواران همانو خاموشند و مربی اوبی جبوف هم اشاره میکند که با نوارهای تکراری توجه کنند ببینید اینجا چگونه یک حالتی زیبا رو جبوف در برابر رقیب خود انجام داد خاطر
انتظار میشویم و دوباره شوره میکند که چیزی نیست. رقابت را ادامه میدهند. در حالت این همین اصوله که جیبوف در برابر ورزشگر فرانسه یک عمل کرده یعنی زیدی حمله رو انجام داد که از جانب دوار باید و نظری بنده امتیاز به حکزاری می شد ولی که اینجا دواران امتیازی به دست آورده جیبوف رو نادیده گرفتند. بوکی نیست ادامه میوبد رقابت میانی جیبوف و اینجا توجه میکنیم که در ادامه چی عمل کردی زیبایی رو دیگر بار جیبوف منظوری ما میکند. باز یک کوشش دیگر از جانب جیبوف اینجا با چشم رسید. چرا اینجا دوبار فکر میکنم با خیار والیده اینجا شیدوی دویم رو باید نشان میده چون که در حالت دو و یا سه انمون عمل کرده که رقیب نشان میدهد باید با ورزشگر کمکار شیدو نشان داده شود. جیبوف خوب هنر نمایی میکنه در برابر این چهره سرشناس جودای فرانسه. کمتر از یک دقیقه دیگر باقی مونده است. اینجا یک عمل کرده دیگر رو از جانب جیبوف ما مشاهده کردیم که تا به آخر اگر انجام یافت کار هم بیت ما میرسید. خوب است. هنرنمایی جیبوف بسیار خوب است در برابر این چهره سرشناسی جدا. اینجا رقیب میخواد در حالت کار در زمین یعنی در حالت اسیکوم جیبوف رو نگاه دارد و نمیگذارد جیبوف که رقیبیو پایهایش رو از اینجا وقتی اساسی به انجام رسید و نیروسنجی در گولدن سکا یعنی در وقتی تیلایی ادامه میابد و انتظار میشویم که جیبوف یک ببیند اینجا همون لحظه تکرار که از جانب جیبوف اکسل عمل اینجا یعنی نشان داده میشود و داوران به گذاری نکردن انا همون حالت را و رقابت در گولدنسکا جرایان دارد. وقتی تیلوی باید هنرنمایی هم تیلوی باشد. یک پرتوفتی را اگر در اینجا جیبوف نشان بدهد و اینجا چی به حکزاری می شده باشد. بسیار حالت مشکل بود. انتظاران دوران و ان همون لحظه رو توجه میکنم. صد افسوس صد افسوس. اوبی جیبوف هم مثل مهرزاد صوفیف با خانسوکو مکی شکست میخورد ولی ارزنده هنر نمایی کرد در برابر این چهره و امید میبندیم که با
و مثل امام علی نورعلی یک درخشش در این مرحله نشان میدهد و شام امروز برای نشان برنجی اونیز مبارزه میبرد. همینطور آغاز میشود رقابت میانی و اینجا در اولین رسیشه که اوبی جیبوف داشت در 13 ثانیه تا اونیست که یکی از نفرانه که بسیار هم رقیب ارزنده برای دلخواه ورزشگری وزن 66 کیلوگرم به حساب می رود شکست می دهد و با محاربه برای مدال برنجی راه می یابد. اکنون پیروزی جیبوف را هم برایش تبریک می گوییم و او نیز برای مدال گرند اسلم آنتالیا هنرنمایی می کند. اینجا لحظه های تکراری رو تماشا میکنیم که چگونه یک پایزنی خوب رو اوبی جیبوف در برابر بایرن مونخ انجام داد و غلبه صاف رو بر سود خود انجام داد. بسیار لحظه جوری بسیار یک پایزنی عالیه داشت اوبی جیبوف. اکنون اوبی جیبوف در مبارزه برای نشان برنجی با محمد دمیرال ورزشگر ترکی از امومالی نورعلی در مرحله بیمنی هایی برمیخیزیم. راستای صدر رقابت اوبی جیبوف رو شرح میدیم. با میزبان این مسابقه محمد دمیرال در میدان میشد. بسیار هم آرومانه پهلوان تاجیکستانی اوبی جیبوف با جدوگی سفید با میدان میبراید. امروز البته هنرنمایی اوبی جیبوف خیلی خوب بود. به مرحله چهار یک نهایی آمد اما کارش آمد نکرد، ولی امروز هم تواند اگر نشان برنج را به دست بیارد این دستاورد خوب است. خوب همینطور رقابت آغاز میگردد. اوبی جیبوف از تاجیکستان، سفید پوش محمد دمیرال از ترکیه میزبان مسابقه با جدوگی کبود رقابت را آغاز کردند. حرکت جیبوف برای جای اصول با همون روش خود انداز بود ولی میسر نشد. پهلوان 21 ساله ترکیه امروز از دست امامعلی نورعلی نماینده دیگر تاجیکستان در مرحله نیمه نهایی شکست خورد. و اینجا پرتو فالو که درونه رو میخواست استفاده کند اوبی جیبوف یک پایزنی اینجا اکنون ایپان است. از هیجان زیاد ما البته دیگر نمیدونیم چی گویم. اوبی جیبوف با امتیازی ایپان اینجا دست بالا میگردد و اکنون این شام علاقه یک نتیجه برای جوداکاران تاجیک با دست آمد. سیارم با باوری در میدان میشد اوبی جیبوف و همین آخیرت توانیست این نتیجه درکاری را هم این شام با دست بیارد. مطمئن محمد بیکوف هم رو گوش میگیرد. سیارم آرومانه به میدان وارد میشد و اکنون میزبان مسابقه را دیرای خود بیرون کرد. در اول امریل میخواست پرتاب کند ولی زیدی حمله را سری وقتی استفاده کرد اوبی جیبوف و اینجا امتیاز ایپان را هم صحیب میشد. بیم چگونه خودرش شایسته بود در همین حالت اوبی جیبوف را
خب با اکنون یک نتیجه شد، ما با اوستگی می رویم نزدیم شویم با هنرنمایی امومالی نورالی که رقیبی بسیار هم سرسخت دارد. بعد از یک رقابت چیگونه زیبا است همین لحظه ها رو دیدن ها؟ وقتی که پهلوانی تاجیکستانی اینگونه زیباگی رو به نمایش می گذارد، هر دو پای های حریف را پای زنی کرد و امتیاز یه پانش رو ببینیم. همانو بعد از پیروزی هم قیافه آبی جیبو خیلی جدی است. این احترام و مربیان است.